این خانم داشت بدبختمون میکرد، داشت بیچارمون میکرد. خودش کجاست؟ گفتم که خودش تهران. نخندیم به ما، خوب تریم خوب که از هر فرهادی درونی داشتن. خودش تو مرد با تو برو. ایشون کیه که دارن قضیه میکنن؟ من 6 سال فارغ التحصیل شدم. او واقعا گفتم سلام سلام، یه جوری دست پر اومدم که نگین چرا ولاگای کانالت اینقدر کم شده و از این حرفا. این ولاگو با نظری که داشتیم شروع میکنم. نظری که نه، در واقع مامانم دوست داشت یه مقداری بیشتر غذا درست کنه، پخش کنه بین کسایی که نیاز دارن. این تاریخ 5 تیره و من هنوز باورم نمیشه که اینقدر از ولاگا عقبم. با من همراه باشید. یکی از کارهای عقب افتاده تحویل دادن این صندوق صدقات ها بود. اینطوری رفتم با مانتو قرمز رفتم صندوق حسینیه رو تحویل دادم، ولی خب خیلی برخوردشون خوب بود. میگم اینجا داشتم الان به مامان میگفتم اینجا برخورداشون خیلی متفاوت از جاهای دیگه. اگه با خودشون متفاوت باشی یه جور دیگه بهت نگاه نمیکنن. این خیلی خوبه. تولد دو تا از دوستامه، بیاین با هم بریم خرید کنیم واسه شون. از اسم و اینا بریم؟ حالا ببین ما اینا رو داریم تو ذهنمون. الان مثلا یک گلف کنم توی کلیسینا درده. این ولاگو براتون قسمت قسمت کردم تا موقعی که دارید نگاه میکنید هر قسمت رو که دوست داشتین چند بار ببینید و راحت پیدا کنید. مثلا نگاه این قرمزه مثلا خوب نیست، ولی این خوبه فکر میکنم. نگین چون جواب نمیده اینو میفرستم واسه هانیه. با اجرتش دیگه اینا خیلی دستش کمه، دستش زیاد بهتون میگم. Thank you.
تولد مریم و نگین با یه شام خوشمزه تموم شد، بریم سراغ روزمرگیام. قراره برم دو جا، با من همراه باشین. من رسیدم، اول برم آزمایشگاه، بعدم حرکت به سمت دانشگاه. بفرمایید. فکر کنم فرصت خوبی باشه که به شما هم توصیه کنم چکاپ سالیانه رو پشت گوش نندازید. با اینکه من حواسم به خودم هست، ولی باید بگم موضوعم خیلی خیلی خرابتر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. به نظرم اولین فرصت یه نوبت دکتر، یه آزمایش و یه پیگیری رو بذار تو برنامه هات. صدام هم گرفته شدید. نفسم بالا نمیاد. بریم دانشگاه. خب حرکت کنیم بریم دانشگاه. قضیه دانشگاه رفتن منم اینه که من کارامو کردم توی دانشگاه، مدرک خودمو کاراشو کردم. کتی که تو بلاک قبلی بود و دیده بودین، دوست 10 سالم، اون یه ناقصی تو پروندهش داشت که وکالت داد به من که من براش انجام بدم. حالا دارم میرم که اونو انجام بدم، مدرک کاردانیشو برم تحویل بدم که بتونه مدرک ارشدشو بگیره. اینم از این. بیایم بریم دانشگاه. این روزا دست و دلم نمیره که ویدئو بگیرم، نمیدونم چمه. تو ولاگ قبلی هم توضیح دادم ولی نمیدونم. امروز بشنم بکنم بنویسم، افکارم رو مرتب کنم، ببینم اوضاع از چه قراره. یکم هم زندگیمون ریخته به هم، الان ما نمیدونیم. یه سفر بندر داریم، یه سفر استحبان داریم، نمیدونم. یعنی همه چیم ریخته به هم. امیدوارم که بتونیم هندلش کنیم به بهترین شکل ممکن. کار کتی پیش رفت به بهترین شکل ممکن. این که آدم ارتباطات قوی داشته باشه با پرسنل دانشگاه خیلی موثره و کار کتی هم انجام شد. 3-4 جا کارش گیر بود و خیلی خوب پیش رفت، الهی شکر. استاد زبانم، زبان تخصصیمون، شده بود مسئول نمیدونم چی مالی، یه قسمتی که کلن باید اون تایید میکرد. اولش برگشت گفتش که، گفتم استاد شما استاد من بودین، زبان تخصصی خیلی هم عالی بودین و اینا، خیلی جدی برخورد کرد که اینجوری. بعد دیگه خندیدم چیزی نگفتم. بعد کاری کتی که میخواست انجام بده گفت خودش کجاست؟ گفتم که خودش تهرانه، ولی به من وکالتنامه داد اگه میخواهم وکالتنامه رو نشونتون بدم. گفتش که نه اوکی و اینا، چه دوست خوبی. گفتم که آره و اینا. بعد برگشت گفتش که من تاییدش کردم، برو کارهای دیگرش رو بکن و اینا. گفتم باشه. بعد گفت راستی شما فارغ التحصیل شدی یا نه؟ گفتم استاد من 6 سال فارغ التحصیل شدم. گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت عزیزم من خیلی کم فارغ التحصیل نشدیم. گفتم نه استاد 6 سال فارغ التحصیل شدم. دیگه اخلاقش باهم خوب شد. گیرش این بود که من نکنه فارغ التحصیل نشده باشم، پررو نشم یه موقع. اومدم استودیو، چند تا وسایل جا گذاشته بودم، اومدم برش دارم و برم خونه. من رسیدم خونه. اینجا آستانه یا به قول ما شیرازی ها آسونه است که در مرکز شیراز قرار داره و مقبره سید علایالدین حسین فرزند امام کاظمه و بعد از شاه چراغ مهمترین زیارتگاه شیرازه. چون نوع معماری و آینه کاریاشو دوست داشتم، سعی کردم یه نمای کلی از فضای داخلی و بیرونیش براتون توی ویدیو قرار بدم. این آرامگاه سال 1316 با شماره 309 به عنوان اثر ملی ثبت شده. بذارید یکم در مورد آینه کاری با هاتون صحبت کنم. آینه کاری یه هنریه که از زیر شاخه هنرهای تزئینیه و از ابتکارات هنرمنده ایرانیه که تو دوره ساسانیان رواج داشته. آب و آینه در فرهنگ ایرانیا نماد پاکی و روشنایی و راستگویی و صفا بوده و به احتمال زیاد کاربرد اون در معماری هم همین معنی رو داشته. در سده 10 هجری قمری که آینه از اروپا مخصوصاً از ونیز به ایران وارد شد، بخشی از آینه ها هنگام جابجایی توی راه میشکستن. هنرمندای ایرانی هم برای بهره گیری از این قطعه های شکسته
ابتکار آینه‌کاری رو در پیش گرفتن. در دوره‌های زند و قاجار آینه‌کاری بیشتر توی قابا و دیوارا و سقفا و ستونا، توی آلاچیقا و خونه‌های خصوصی، چایخونه‌ها و بناهای سلطنتی و زیارتگاه‌ها اعمال می‌شد. مجموعه حرم‌های زیارتی شاه چراغ و آسونه که دارید مشاهده می‌کنید، نمود کامل آینه‌کاری با بهترین کیفیته. اگرم قرار باشه در رابطه با ابزار و مواد آینه‌کاری براتون صحبت بکنم، باید بهتون بگم که آینه، سیریش، گچ نرم، اسب چوب، خطکش، الماس آینه و کاردک مورد نیازه. ایشون کیه که دارن قضیه میکنه؟ محمد بیان؟ خب، یه دونه عکس بگیریم. بچا زینبو دارید اذیت میکنی، نه زینب جاش نمیشه. سویی که بدون قند فرخنده، آجیل، استحبان برای نه انجیر برای بچه استحبان چایمو، شکلات از چون دوست داری برای قربونت برم. شما کارخونه باکیت همکاری دارید با کارخونه باکیت؟ نه خیلی میخریم برای شما. بای قربونتون برم الان. داداشه فقط جلوگیری میکنه از کشته شدن. سول بریم یکم گیتار تمرین کنیم. نخندین به ما، مبتدیم. خب سلام، از الان زمانی که دارم ویدیو رو ادیت میکنم، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، کلاس سولفژم تموم شده و کلاس گیتارم هم یه مدتیه که نمیرم. بهترین ترکیب دنیا. الان ساعت 3:54 10 مرداده و ما بارون داریم. آدم شاخش در میاد. اینجا من و مامانم و حدیث اومده بودیم که آزمایشامونو به دکتر قدرت نشون بدیم. اون زمان بلبشه انتخابات بود. سابسکرایبرای جذاب من، خیلی وقته که من و حدیث رو توی قاب ندیدین. خب اگه دوست دارین کامنت بذارین. یه سلام بده. سلام. داریم میریم کجا؟ سینما. بعد چه فیلمی ببینیم بعد از هزار سال؟ پول پارتی. پول پارتی. بفرمایید. ایشون ما را آوردن. ایشون شما سنگین ترین پول ما نو. نتیجه فیلمو چجوری میتونی به بقیه بگی؟ تنها چیزی که میتونم بگم این که خودتون برین ببینید نتایجو برامون بنویسید. شما نفهمید چه کامنت کنید. ما نفهمیدیم چی شد. قشنگ بود فیلمش، خدایی. آره. ولی آخرش خیلی بهتر میتونست تموم شه. یه علامت سوال انگار آخرش. یه اصغر فرهادی درونی داشتن. بریم. اینجا یه اتفاق خنده‌دار افتاد که به هم اجازه بدین بیام حضوراً براتون تعریف کنم.
این خانم داشت بدبختمون میکرد، داشت بیچارمون میکرد. من بی تقصیرم. افتاده بودیم پشت یه بنز آخرین مدل بدون پلاک، هنوز پلاکشو نچسبونده بود، ایشون چسبونده بود بهش، نزدی بود بزنه بهش. تقصیر من نبود، ماشینه داشت میشه پیشون جنابم. افتادم ماشینت هم بذاری یا نمیتونی پول آینه بغلشو بدی؟ بنده خدا من بی تقصیر بودم. نایمد بنز؟ نه جرعت بیا ما گیر میفتیم بنده خدا. برو خواستم به بنزه بگم داداش تو مرد با تو برو تو با این هستا. نه بیایید اول صبحی ببرمتون بدرقه مسافر، 10 روز قبل از اسباب کشیه. مامانم بره. ممنون که این 16 دقیقه از زمانتون رو به من دادین، کلی برام ارزش داره. اگر از ولاگ خوشتون اومد حتما هم لایک هم سابسکرایب و هم کامنت برام بذارید. خوشحال میشم اگر کانال منو برای دوستاتونم بفرستینا. این دوتا ویدیو رو هم براتون میذارم که اگر ندیدین حتما ببینینش. میبینمتون.